یکی از جهات گیرندگی معنا در عالم الهامات. قرآن فرموده فالهمها فجورها و تقواها، هم فجور هم تقوا داده میشه، انسان میتونه بگیره. چرا گفتند ببینید الرفیق ثم الطریق، اول رفیق، رفیق راه میخواهد، دلیل راه میخواهد، ثم الطریق بعد راه. بسا کسی باشد که احفاظه معنا نکنه، تقوا نکنه، پخش و بخش نور نکنه، پخش و بخش پلیدی بکنه، فجور بکنه. ادعی بودن در زمان حضرت پیامبر اکرم اون وجود اقدس رو دارن میبینن. آخه شما فکر بکنید، آخه نکته است آقا جانم، گوش بده، نکته است. رسول الله رو دارن با اون عظمت میبینن، مسیلمه کذاب ادعای نبوت کرده، عجبا که ادعی دور و برش رو گرفتن. به این ادعا کم نبودن که مزاحم شدن اینا برای اسلام، مزاحمت درست کردن، حسابی مزاحمت درست کردن. آقا اصلا نه فهم داره، نه شعور داره، نه باطن داره، یک شیطان مجسم به نام مسیلمه در مقابل رسول الله که مرکز تقواست، مرکز وحیه. ادعی اصحاب الرسولن دارن نورگیری میکنن که فرمود به هر کدوم اقتدا کنید هدایت میشدید. ادعی دوروبر مسیلمه کذابن. امیر المؤمنین علی نور مجسم هست، معاویه اونجا دوروبرش با اون جلال و جبروت معاویه داره زندگی میکنه. تا جایی که زمان حضرت مجتبی صلوات الله علیه، حضرت مجتبی با اون عظمت، با مقام ولایت و امامت، با انکسار قلبی کنار میکشند و پلیدی مانند معاویه مینشیند بر حکومت اسلامی و امیر المؤمنین خود را خطاب می کند، پسر کثیف در از خودش یزید بن معاویه لعنت الله علیهما و علیه الهاویه، این دو پست فطرت و باقیشون بنی امیه. آخو چه شده؟ چه عالمی؟ این نور هست چه شده؟ این هم نکته است. چرا به پیغمبر نمیتونه زندگی کنه؟ پیغمبر که اون مرحمت رو هم داشتن، امیر المؤمنین علی میومدن از بیت المال اگر ازش چیز میخواستن آنن فوت میکرده چراغ و راحت طلحه و زبیر آمدن فوت کرد چراغ و گفت آقا چراغ و خودم رو بیرون روشن کنید. طلحه و زبیر آمدن یا علی امیر المؤمنین سلام علیه سلام علیه، اما مسئله راجع به شام داشتیم و مصر داشتیم، تا این رو گفتن این تاریخ هست. آنن فوت کرده، چراغ دیگر روشن کرده، قنبر چراغ دیگر قنبر روشن کرده سود گفتن داری کم کاری بود نفهمیدن. من یعنی چی؟ شما آقا جون کار با من داری دیگه؟ من دارم آقا نشستم اینجا دیوان خانه حکومت اسلام، در دیوان نشسته بودن، در حکومت نشسته بودن، من که دارالاماره دارالخلافه نشسته بودن حضرت، شما میگیلن دارالخلافه، من بله، من در دارالخلافه دارم آقا مالیات ها داشتم مینوشتم، کارهای مردم رو رسیدگی میکردم، کارها رو داشتم، کار کارهای ملت اسلام رو رسیدگی میکردم، تو اومدی کار خودتو با من داری عمو؟ بله. خب بله. خیلی خوب، از مال خودم آقا چراغ خودم روشن کنم. گفتن آقا خدا حافظ شما، ما بریم آقا یه جای نشستنی. گال چی مطلب چیه؟ از این رو چی مخواستی بگی؟ من ما اومدیم حکومت شاه و مصر و فلان هست و مخواست بری این کارها رو میکنی.
برو این دام بر مرغ دگر نه که عنقا را بکند است آشیانه. چرا این طلحه و زبیر با علی می جنگن و در اون جنگن خجل می شند و بر می گردن؟ معاویه بر علی گریه می کنه. موجب شد که چندین سال، ده ها سال جسارت به ساحت قدس خدا بکنن که علی خدا بود. نعوذ بالله من قذر الله. سب بکنن امیر المؤمنین علی رو. این پلید پس فطرت معاویه موجب این کار شد. اما تو خلوت و توی جلوت، حتی در جلوت و نزد بعضی دیگه گاهی از اوقات میگفت رحمت بر ابوالحسن، رحمت بر ابوالحسن، عجب بزرگ. آقا امیر عاص قصیده 167 بیتی برای امیر المؤمنین گفته. میدونی امیر عاص چرا مردم دور او رو میگیرن با علی زندگی نمیتونن بکنن؟ بگیم علی امیر المؤمنین فوت میکرده چرا؟ آقا پول نمیدم، آقا آجیل به کسی من نمیدم، آجیل بده نیست. عثمان آجیل میداده، عادت کردید من تو دهنت میزنم. اما رسول الله که اینطور نبودن که. حسن ایران من در محدوده شرع رسول الله خود شارعه، هر کاری بکنه همون درسته. گرچه امیر ما هر کاری کنه درسته، اما ایران من طبق قانون عمل میکنه. اما رسول الله رو میبینیم که بسیار عنایت فرمودن، خیلی عنایت، خیر که انک لعلا خلق عظیم میگه. چرا نمیتونن زندگانی کنن؟ اینه جهتش. مردم میل به جنس خودشون دارن. اگر کسی جنس اینه، گوش بدید این نکته هست میگم، مردم میل به جنس خود دارن. کسی که از جنس خودشون بالاتر باشه با اون نمیتوانن زندگی کنن، میل به اون ندارن. آقا که عنقا را بلند است آشیانه، نمیتواند عزیزم، عزیزکم، خروس و مرغ نمیتواند با عقاب زندگی کند، نمیشه. کبوتر با کبوتر، باز با باز، قاعده عالم اینه، میل ندارد. این مردم، مردم عالم، بعضیشون این گونه هستن، توجهشون به پسته. چرا؟ روحشون روحشون میل به پستی داره. اینجا توجه به پستی کنند، نمیتونن با علو زندگی کنن، نمیتونه با نور زندگی کنن. ظلمت قرآن، این عبارت قرآن ها، صریحه قرآن، حتی اینکه لا تهدی من احبب، خیلی دلت میخواد رسول الله هدایت بشود کسی، احبادان غیر ممکن، میل نداره، میل به طرف تو نداره. ببینید آقا، بعضی چیزا همینجا رو، این هم یه قاعده است در عالم باز، حتی قاعده فیزیکی عالم. بعض چیزا همینجا رو دفع می کنند، بعض چیزا همینجا رو جذب می کنند. مقناطیس آهن رو با می گیره رو سوزن، می گیره توش آهنی رو، می گیره توش کهربا میگیره. اما دیده اید عرشبت وقتی که اینها مثبت و منفی هاشون به صورت خاصی قرار بگیره، که حالا بحث فیزیکی است که خودتونم میدونید، این دفع میشه، نمیزنه عقب، یا نمیزنه عقب، هر کاری بکنه نمیزنه عقب. آهنربا، دو تا آهنربا رو بگیرید، نمیزنه عقب، نمیشه. آقا داره در بعضی چیزا این عالم، اجرام این عالم دارن در میان، عالم در انبساط، یک سره در انبساط و در گسترشه، دارن در میان، دارن فرار.